اسناد و دفترچه های کشف شده از اسدالله اسدی توسط پلیس آلمان حاوی رمزهایی در مورد بمب‌سازان و رسیدهای پرداخت نقدی به مزدوران است. گزارش تلویزیون العربیه. اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که برلین به مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا تبدیل شده است. مقاومت ایران از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواستار موضعی قاطع‌تر در مقابل رژیم تهران و شبکه مزدوران رژیم در اروپا شده است. معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان: سلول‌های خفته وزارت اطلاعات در سراسر اروپا با کمک سفارت‌های رژیم اداره می‌شوند و از تسهیلات دیپلماتیک سوء استفاده می‌کنند. يبدو أن برلين تحولت إلى مركز لنشاطات إيران الاستخباراتية في أوروبا. تلفزيون العربية گزارش داد تحقیقات انجام شده از سوی پلیس آلمان با استناد به اسنادی که از خودرو اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که در بلژیک تحت محاکمه است نشان می‌دهد برلین تبدیل به مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا شده است. اسدالله اسدی در جوان 2018 در ایالت باواریا دستگیر شد. جواد دبیران من المعارضة الإيرانية في برلين. جواد دبیران معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان و از شاکیان خصوصی حقوق شهروندی علیه اسدی در پرونده جاری علیه او در آنتورپ میگوید: المخابرات الإيرانية لديها شبكة عملاء في أوروبا تشرف عليها بمساعدة السفارات الإيرانية وتسيء استخدام التسهيلات الدبلوماسية وأسد الله أسدي هو رأس شبكة المخابرات الإيرانية في أوروبا. مقاومت إيران اطلاعات مشخصي درباره سلول‌های خفته رژیم ایران در سراسر اروپا دارد که توسط اسدی اداره می‌شدند. وزارت اطلاعات رژیم ایران شبکه‌ای از مزدورانش در اروپا دارد که با کمک سفارت‌های رژیم اداره می شوند و در این رابطه از تسهیلات دیپلماتیک سوء استفاده می کنند. اسدالله اسدی در رأس شبکه اطلاعات رژیم ایران در اروپا قرار داشت. 40% من اجتماعات الاسدی مع عملائه حصلت في المانيا، تحديدا 144 من اصل 289. العربیه افزود دبیران که یک شکایت قضایی موازی را علیه اسدی در آلمان و تحقیقات جاری را کلید زده میگوید 40% و به طور مشخص 144 نشست از 289 نشست اسدی با مزدورانش در آلمان انجام شده. این امر به دو موضوع دلالت دارد. اولا بخش بزرگی از این شبکه در آلمان قرار دارد و آلمان صحنه فعالیت‌های رژیم ایران برای اهداف تروریستی است. هذا يعني امرين ان جزءا كبير من الشبكه في المانيا وان المانيا ملعب النشاطات الايرانيه لاهداف ارهابيه. اطلاعاتی که توسط کانال یک تلویزیون آلمان فاش شد، اسنادی از تحقیقات آلمان را نشان می‌دهد که از دو دفترچه پیدا شده در خودروی اسدی سخن می‌گوید. این دفترچه‌ها حاوی رمزهایی در مورد بمب‌سازان و رسیدهای پرداخت شده می‌باشد که العربیه توانست نسخه‌هایی از آنها را به دست آورد و در آن پرداخت‌های نقدی به افرادی که گمان می‌رود مزدور باشند و اسامی آنها به فارسی نوشته شده نشان داده می شود. اسماءهم بالفارسیه. المعارضه الايرانيه تريد من الحكومه الالمانيه والاتحاد الاوروبي موقفا اكثر تشددا مع طهران وشبكه عملائها هنا. مقاومت ایران از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواستار موضعی قاطع‌تر در مقابل تهران و شبکه مزدورانش در اروپا است.